با درود بیکران به بینندگان عزیز، بار دیگر با شما هستیم در برنامه پادیوان از اندیشکده فارسی یهود. آنچه که مطرح میشه درباره آسیب شناسی اپوزیسیون هست و اینه که چگونه ممکن از مدیریت سازماندهی از افرادی که مهارت های خاصی دارن و در اپوزیسیون نیز شرکت جستن بتونیم مسائل رو بیشتر باز بکنیم و دربارش صحبت کنیم. امروز دو مهمان ارجمند در استودیو داریم و جناب آقای سادینیان و جناب آقای چمنارا از شیکاگو و لس آنجلس. به برنامه ما خوش آمدید. درود بر شما. خیلی ممنون. جناب سادینیان خوش آمدید به برنامه. نظر شما درباره سازماندهی و آنچه که مطرح میشه از نظر اپوزیسیون و ائتلاف‌های گروه‌های مختلفی که به هر حال ممکنه با همدیگه در تقابل باشن، چه از نظر جمهوریکا، چه از نظر پارلمانی سلطنت ابراهیم‌ها، اگر ممکنه از تجربه شما بهره‌مند بشیم به عنوان یک کنشگر سیاسی در چندین و چند سال که مرام رامه ها و اینکه درباره این مسائل نوشتید و گروه های مختلف اپوزیسیون رو شما سعی بر مدیریت داشتید. بفرمایید جناب سلیمی. به این موضوع از این دیدگاه نگاه کنیم. تمام کسانی که خودشون اپوزیسیون معرفی میکنن، هیچ کدوم از اینها سازماندهی نداشتن. اینها کسانی رو که میخواستن دور هم جمع میکنن بهشون پول میدادن، دور هم جمع میکردن، خوراکیشون میدادن، مشروبشون رو میدادن و وراجی هاشون رو میکردن و جدا میشدن بدون اینکه هیچ کاری انجام بگیره. اون چی که به صورت سازماندهی من نوشتم و برای شما فرستادم موضوعی است که به درد این اپوزیسیون ها نمیخوره، چون که اینا این کاره نیستن. این برای جوان ها نوشته شده بدونیم جوان ها رو دور هم جمع بکنیم، چنان سازماندهی بدیم که همشون سلولدار مانند باشن، در هیچ سلولی بیشتر از 5-6 نفر نباشه، ولی همه از زیربنایی که با هم دیگه میشستن با هم دیگه رفت داشته باشن، آگاه باشن، موضعی باشه از موضع بره حوزه‌ای باشه، از حوزه بره شهرستانی باشه، از شهرستانی به کشوری باشه یا جهانی باشه. تمام این کارها در اون صورت نوشته شده، انجام شده. اینو از خودم در نیاوردم، اینو با مطالعه از تمام احزابی که توشون بودم و مطالعهشون کردم، چطوری به وجود اومدن، چطوری کار کردن، به کجا رسیدن، از اون در آوردم و اینو نوشتم. ولی این به درد اپوزیسیون نمیخوره، چون که اون اپوزیسیونی که ما میشناسیم هیچ کاره است. جناب آقای ساگینیان، به هر حال آنچه که مطرح میشه از نظر مارکسیستی و کمونیستی نیست، به این گونه عمل گروهک هایی که بودن بین 3-5 نفر که اتاقای فکر خودشون رو داشتن که با همدیگه همرز بودن، همسو بودن و همخوان، که بتونن این وقتی که یکایکی اتاقهای فکر و تالارهای سخن و تالارهای اندیشه را به همدیگه نزدیک ما میکنیم، اون موقع هست که میتونه یک برنامه فراگیر رو داشته باشیم. بر طبق آنچه که شما نوشتید و آنچه که به هر حال مطرح شده از نظر اپوزیسیون جوان که 40% یعنی بچه های انقلاب هستن که پایین‌تر سن 40 هستن و 70% جمعیت رو تشکیل میدن، که بار اقتصاد ایران بر دوش این افراد هست. وقتی این افراد صحبت از 12-13 حتی میگن حدود بیش از 60-70% بیکاری دارن که میتونن عقلای خودشون رو همدیگه بریزن. یک دو اینه که از نظر بازرگانی و از نظر فکر و اندیشه و تحصیلات عالی که دارن میتونن وقتی که باز بشه به جهانی از نظر تبادلات، از نظر ارتباطات و غیره به عنوان یک کشور دموکراسی میتونن سهیم باشن در این اقتصاد. اون رو به چگونه شما مینگرید جناب آقای ساگینیان؟ ببینید، موضوع اصلی در اینجا تماس گرفتن با این جوان هاست. بدون تماس، تبادل افکار، رد و بدل اندیشه ها امکان پذیر نیست. بایستی تماسی داشته باشیم. شوربختانه تا حالا هنوز سازمانی ما نتونستیم دور هم جمع بکنیم که از امکانات امروز بهره برداری بکنه با این جوانایی که همشون دسترسی به آیپاد و دیگر دستگاه های الکترونیکی دارن.
هنوز انجام نگرفته. اون چی که لازم هست که پخش بشه و پخش بکنه و تمام کشور رو بکنه موجود هست. من نمیتونم درباره اونها کامل، بعضی هاش کاملا سریه، دربارش نمیتونم صحبت کنم، ولی میدونیم چی هست، ارزشش چی هست، چه کار میتونه بکنه و تازگی نیست، در حدود 15-20 ساله که وجود داره. اما در این 15-20 سال گذشته چیزهای تازهی به وجود اومده که در اون دستگاه های دیگهی که بود کار نمی کنه، با اونا بستگی نداره، ولی قدرتمندتر از اون هست. اما برای تمام این کارها یک نفر نمیتونه این کارا رو بکنه، امکان پذیر نیست. چند نفری که این کاره هستن باید دور هم جمع بشن. به هر کدوم از این گروه هایی که در دنیا انقلاباتی به وجود آوردن نگاه کنین، این کسان تعدادشون خیلی کم بود، ولی همین کسان تونستن 5% تمام جمعیت رو به دور خودشون جمع بکنن و این 5% توانست تمام جمعیت رو دگرگون بکنه. این موضوع ها کاملا روشن هست، واضح هست. اما چه کسانی اون گروه اولی هسته اولی رو درست خواهند کرد، اون هم روشن نیست. کیها هستن؟ الان شاید ما 3-4 نفر رو بشناسیم. اما 3-4 نفر کم هست. در حدود 10-15 بایستی باشن. با تشکر. در ادامه سخن جامعه آنچه که مطرح شد و رسانه‌های گروهی و اینی که شبکه‌های اجتماعی و اینی که تا چند روز میشه با جوانان میهن تماس حاصل کرد. چرا آقای چمنا رو در حال هر چی باشه با وجود اینکه اومدن فیلترینگ کردن تلگرام ها، ما دیدیم حتی 1-1.5 میلیون میتونست صدای مردم و جراغ زم و غیره برنامهاشون برسه. حالا بگذاریم از حسین محمدی، محمد حسینی، غیره، فرهودی و بی بی سی و غیره و اینها که هر کدومشون اجندای خودشون دارن، ولی از این نظری که برانگیختن به هر حال به رستاخیز بینی که خیزش ملی رو داشته باشن، ما می‌بینیم که سهم بسزایی داشتن شبکه‌های اجتماعی، من جمله در مصر ما این رو یافت می‌کنیم، همینطور در بهار عربی که به پاییز و زمستان اسلامی انجامید، ما دیدیم که به چگونه این جوانان یک ستادی داشته، از اون ستاد تمام رو در از خارج میتونستن هماهنگی کنن و یکایی که افرادی که در حال حاضر با یک تلفن یا آیپد که در دست دارن، هر یک از این جوانان میشه گفت ما حدود بیش از، یعنی 70% از 88 میلیون بیش از 50-60 میلیون ما میتونیم افرادی داشته باشیم که روزنامه‌نگاران هر چیزی که میبینند رو به اطلاع همگانی برسونن و اون در اون دورانی است که کاست بود و فتوکپی می‌کردن و استنسیل میکردن و به افراد رفت میگن. کوتاه اگه ممکنه درباره این موضوع صحبت کنیم که بتونید یک جنبه کنیم. جناب آقای چمنا را بفهمید. در مورد چارت آقای ساگنیان، بله من آشنایی کامل با این دارم و این هم یک وسیله ایست که میشه ادامه داد. ولی من در مورد خودم دارم میگم. ببینید، من در حدود 20 سال پیش اولین هیئت ایران آمریکایی از فورچون 500 با کمک آقای ماینر از طریق مید امریکا کمیتی ایران بردم. در اون موقع من اصلا، چون کار من بهتر از هر کسی من آرمن میشناسه، ما الان 90% وقت من روی یک مسائل دیگری است که باید در مورد اون بعدن صحبت بکنیم، در مورد کارهایی است که هم فنیه هم عملیه و هم سیاسیه و هم اقتصادیه. اینه بذاریم کنار، ولی حالا ببینیم که هدفها چی بوده. هدفها از 20 سال 25 سال پیش که این شروع به این کار کردیم، اولین هیئت من بردم ایران، در اون موقع من با بزرگان آمریکا نشستم، با خانم مدلن اولبرایت نشستم صحبت کردم. این هیئت که ما بردیم ایران، 20 تا آمریکایی از فورچون 500، خب به نتیجه نرسید. یک بازی پینگ پونگ بود به اصطلاح اون موقع، اینطوری که تعریف ازش میکردن، که نشد، عملی نشد و اون موقع گذاشتن به بک برنر، به اصطلاح دیگه فراموش بشد. ادمینستریشن های مختلفی آمدن روی کار، 9/11 اتفاق افتاد، متوجه هستید، و
بعد از 9/11 تمام اصلا پولیتیکال استراکچر همه چیز عوض شد، دیدگاه آمریکا عوض شد، مجاهدینی که تروریست بودن شدن به اصطلاح فریدم فایتر، آمدن آزادی گرفتن. اپوزیسیون ها شروع کردن از سال 2001 و 2002 اینا شروع کردن سر از تخم بیرون آوردن، هر کسی برای خودش یک گروهی درست کرد اپوزیسیون شدن. تمام اینها را ما بودیم توش و از دور لااقل همینطوری نگاه کردیم و استادی کردیم. ببینید اون چیزی که ما میخوایم بگیم در کتاب 2020 سقوط حکومت اسلامی در سال 2015 نوشته شده و بر اساس اون فکر و اون داکترین ما داریم کار میکنیم و اون اتحاد ارمنستان، اسرائیل و ایران در آینده خاورمیانه. حالا این به مزاق بعضیا خوش میاد یا نمیاد، اصلا برای من اصلا مهم نیست. این هدف داریم دو مقاله با تشکر از جناب آقای بچمن آرا در دقایق چند که از برنامه باقی مونده، جناب استاگینه ممکنه دو سه کلمه درباره این چارتر صحبت کنید، درباره به حال این نماد یک هسته‌ای اپوزیسیونی و دوم از این چگونه ممکنه آنچه که جناب چمن آرا گفتن به اینی که جدا اتحاد این سه ملت ایران، اسرائیل و ارمنستان، همچنین می‌گویند در حال حاضر ارمنستان به عنوان یک کشور یهودی ستیز خونده میشه، چگونه ما میتونیم در کنار همدیگه قرار بدیم که بر ما همگام همسو باشن و تعادلی در خاورمیانه ایجاد کنن. کوتاه اگر ممکنه 7 دقیقه تا پایان برنامه ما باقی مونده، بفرمایید در 5 دقیقه. سوال از کیست؟ از جناب آقای ساگینیان بفهمید. خود سوال چیست؟ خود سوال اینه که نماد یک هسته‌ای برحال هسته سالاری که شما در حال حاضر میبینید از یک طرف، از طرف دیگه ارمنستان و جناب آقای چمنان رو آنچه که مطرح کردم برای اینه که چگونه ممکنه ایران، اسرائیل و ارمنستان در کنار همدیگه باشن با وجود یهودی ستیزی که ما یافت میکنیم در ارمنستان. بفهمید. تا زمانی که ایرانی وجود نداره، ایران آزاد، و ارمنستانی که تازه از انقلاب گذشته و هنوز جا نیفتاده، پا نگرفته، درباره همکاری این صدا صحبت نکنیم چون که وجود نداره. ایرانی وجود نداره که همکاری بکنه، ارمنستان سر حال نیست که همکاری بکنه، اینو بذاریم کنار. بریم موضوع اصلی، ریشه تمام این حرفا. تمام ملاقات ها، دیدارهایی که من داشتم با امریکایی ها، اولین پرسش این بوده همیشه: چند نفر هستید؟ منظورتون چیه؟ چطوری میخواین این کارو بکنید؟ هر کسی اومد گفت که ما خیلی داریم، خیلی داریم. امریکایی ها بدونی که به صورت چون بخندن، ولی در داخل خندیدن، چون که فهمیدن اینا همشون خود ما و دروغگو هستن. واقعیت این بود که ما جدن در حال حاضرم در داخل کشور تنها گروهی که داریم که جدن واقعا همبسته هستن خود حکمرانی کشوره. سپاس پاسدارا دستشونه، بسیجی ها دستشونه، نظامی ها دستشونه، همه چی دستشونه. اونا متشکل هستن، ما نیستیم. اپوزیسیونی که میگه که ما هستیم نیستن، تو خیال خودشون، تو اندیشه های خودشون هستن، در واقع نیستن. برای اینکه ما چیزی درست بکنیم، این من هسته ای که الان دارین نشون میدین، این هسته رو حالا موقعی که میگم ما این کار کردیم، من تنها منم، ما نیستیم، 3-4 نفر بودیم با هم دیگه تشریک مساعی کردیم، اینا من خودم کشیدم، ما نکشیدیم چون که بقیه تو این کار نبودم. من اینو گذاشتم چون که تنها راهی بود که میتونست چند نفر رو دور هم جمع بکنه، اینا در خفا با هم دیگه کار بکنن، با هسته های دیگه بتونن به راحتی همکاری بکنن بدون اینکه باز بشن و مورد خطر قرار بگیرن. جناب ساگینا در دو دقیقه که باقی مونده، اگر ممکنه
این نماد رو شما بشکافید برای ما که بتونیم بیشتر درک کنه آنچه که در این نماد یک هسته‌ای میگذره. هر هسته‌ای مثل هسته‌های بدن انسان، سلول‌های بدن انسان. بله. کارهایی میکنه در جایی هست، کار به خصوصی داره. همینطور هم در این هسته نگاه کنیم، به هسته نماد یک هسته، یه هسته سالار بایستی باشه، بدون هسته سالار هسته کار نمیکنه. بله. یه سالار یار بایستی باشه که اگر هسته خود سالار نباشه این بتونه اداره بکنه. بله. یک گاهنگار یا منشی بایستی باشه که هر بار اینا میشنن با هم صحبت میکنن ثبت بکنه، چون اگر حرف بزنن ثبت نشه هیچ کاری انجام نگرفته، نه در گذشته نه حالا نه برای آینده. یک یار برای اون لازم است که اگر خود نگارنده نباشه اون بنویسه. گنجور یا گنجور بایستی باشه که پولی که جمع میکنن اون حساب شده نگه داشته باشه و یکم یارش. اینا کسانی هستن که اداره میکنن. در داخل کسانی هستن که دور هم جمع میشن، هم فکری میکنن، میخونن، با هم دیگه صحبت میکنن، به نتیجه میرسن. هیچ هسته ای نبایستی بیشتر از 15 نفر باشه، مکسیموم 15 نفر. اگر به 15 نفر رسید بایستی دو قسمت بشه، دو تا هسته بشه و هر کدوم از اینا بعضی که به 15 رسید پخش بشن. این راهی بوده که تمام احزابی که انقلابی بودن تمام این راه رفتن. این در فرهنگ ما در ایران شاید در حزب توده بوده ولی در هیچ جای دیگه نبوده. حزب توده شاید داشت، من اولین حزبی که وارد شدم حزب توده وارد شدم، در اونجا اول در اولین سلی که بودن در این باره شروع کردم آشنا شدن، 13 ساله بودم. بقیه احزابی که رفتم، سومکا، مردم، اینا هیچ کدومی از این حرفا رو نداشتن. این چیز بایستی باشه چون که بدون این و اینها در شرجاهای مختلف کشورهای مختلف ما سازمان نداریم. با تشکر جناب آقای ساگینیان که امروز با ما بودین در میزگرد پادیاون که درباره آسیب‌شانه اپوزیسیون و سازماندهی اپوزیسیون درون صحبت کردیم در بین جوانان میهن ما که به صورت نماد یک هسته‌ای و سلول بدن کار میکنه، همینطور که ما اینها رو در کشورهای مارکسیستی که برای خیزش انتخاب شده بودن بین 7 تا 15 نفر این هسته‌ها عمل می‌کردن و عملکردشون برای هماهنگ کردن موضعی، حوزه‌ای، استانی و سراسری کشور بوده که به این گونه میشه گفتش که تا اندازه‌ای ممکنه این نماد هسته‌ای رو در فارز در ایران معرفی کنیم. با تشکر که با ما بودید امروز، تا برنامه دیگر شما رو به خدا می‌سپاریم. به امید دیدار. جناب ساگینیان، جناب چمنارا، بدرود. خداحافظ. به امید جان، جناب ساگینیان. خداحافظ.